داستان کوتاه عرق جبین نوشته عزیز نسین سه سال بود ندیده بودمش بعضی دوستها هستند که آدم جور دیگری دوستشان دارد و خیلی خاطرشان را میخواهد او هم از این نوع دوستا بود در روزهای نداری بدبختی من را دوستانه با هم قسمت کرده بودیم یک تکه نان را در یک استکان چای میخیساندیم و میخوردیم یک بارانی کهنه به هم داده بود چون کت و شلوارم پوسیده و سوراخ سوراخ بود کل تابستان رو توی گرما با آن بارانی گشته بودم و مثل شیر حمام شور شور عرق ریخته بودم یکی از دوستان دوره دبیرستانم دو هزار لیره بهم هم داده بود و گفته بود این پول رو بگیر و باهاش کاسبی راه بنداز تا از این وضعیت خلاص بشی چون در تمام عمرم عرضه هیچ کاری را نداشتم دو هزار لیره را برده بودم و کف دست او گذاشته بودم او خودش را تاجری بزرگ و بیرقیب می دانست. کسانی هم که پیش از من می حرفش را تایید می کردند. می گفتند سلطان بورس استانبول بوده. چهل پنجاه نفر کارگزار بورس زیر دستش کار می کردند. روزی دو سه هزار لیره کاسب بوده. بعد بدبیاری آورده و دار و ندارش را از دست داده. من هم که خاصیت همین است. هر جا آدمی باشد که روزگار بهش پشت کرده یا ارس و میراسش را خورده اند و بی پول مانده فوری پیدایش میکنم و باهاش دوست میشوم. وقتی با هم آشنا شدیم شاید ده بار پشت سر هم ورشکست شده بود. دیگر چنان به تنگ آمده بود که اگر سر و کله یکی از طلبکارهایش پیدا میشد و پولش را میخواست یک چوب بر می داشت و دنبالش میکرد. اما هیچ وقت امیدش را به پولدار شدن از دست نمیداد. آدم اگر روی دنده بد بیاری بیفتد دیگر انگار چاره ای ندارد روی همان دنده می رود. دو هزار لیره ای هم که از یکی از دوستان قدیمی دوران دبیرستانم گرفته بودم و به او داده بودم کاروبارش را رو به راه نکرد. این شکست را نه من توی سرش زدم و نه او دوستیش را از من دریغ کرد. بعدها مقداری از دو هزار لیره ای را که قرض گرفته بودم خورد خورد سه لیره پنج لیره با آن دوست قدیمی پس دادم. اتفاقهای زیادی افتاد دوستیمان دیگر به گرمی سابق نبود دیگر هم دیگر را دیدیم چند وقت پیش با دوستی دیگر در حال صحبت بودم حرف او پیش آمد گفت الان بیا برو ببین چه کار و باری به هم زده اینقدر پولدار شده توپ نمیترکوندش نه بابا راست میگی آره به خدا دیگه روزی هزار لیره رو پول حساب نمیکنه شوخی میکنی راننده شخصی هم داره اگه میشه؟ حالا که شده با یه تلفن روزی ده هزار لیره کاسبی میکنه داری سر به سرم میذاری؟ یه مجتمع تجاری ساخته الانم داره یه مجتمع مسکونی میسازه هیچ جوری باورم نمیشد توی سه سال چطور میشود این همه کار کرد؟ من شب و روز کار میکنم آن وقت اجاره خانم را هم به زحمت میدم در این فکرها بودم که یک دفعه دوستم برگشت گفت تازه هرچی هم بدهی داشته داره پس میده. این را که شنیدم یاد حساب قدیمی من افتادم. نامه ای برایش نوشتم. شاید یادت مانده باشد. گفتم شاید این یادش افتاده بود. کسی را فرستادم پول را گرفت و آورد. با خودش تلفنی صحبت کردم گفت چرا خودت پیشم نمیای؟ گفتم آخه خودم میدونم آدم نحسیم. خیرم به خودم که نمیرسه. اقلا زررم به تو نرسه. گفت قبلا می اومدی که گفتم قبلا تو هم مثل خودم آس و پاس بودی چیزی واسه از دست دادن نداشتی خیلی اصرار کرد پا شدم رفتم محل کارش آپارتمانی چهار پنج اتاقه توی یک مجتمع تجاری بزرگ بود روی در ورودی تابلو زده بودند امور کمیسیون صادرات و واردات عرق جبین خیلی تحویلم گرفت سوار ماشینش شدیم رفتیم رستوران نهار خوردیم می گفت تجارت خانه دیگری هم دارد. اسم آن را هم گذاشته خانه تجارت عرق جبین. گفتم حالا بگو ببینم دوست عزیز توی سه سال چطور تونستی این همه مال و اموال به دست بیاری؟ با عرق جبین؟ ماشین گران قیمتش را نشان دادم. اینو چطور؟ با عرق جبین؟ بعد من رو به پاساژ خودش برد. بالای ورودی پاساژ هم تابلوی بزرگی زده بودند. پاساژ عرق جبین. گفت یک پاساژ دیگر هم دارد میسازد اسمش را هم گذاشته پاساژ کوچک عرق جبین. دم غروب باز با ماشینش مرا به مجتمع مسکونیش برد. آپارتمانی هشت طبقه و سی و واحدی بود. یعنی در هر طبقه چهار واحد و همه واحدها شش اتاقه. از ورودی داخل که می شدم، سرم رو بلند کردم و نگاه کردم نوشته بود مجتمع مسکونی عرق جبین. دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم گفتم ببین چی بهت میگم تو بهتر اسم این پاساژها ها و مجتمع های تجاری و مسکونی تو عوض کنی چرا؟ خب عوض کن دیگه چی بذارم؟ بذار خانه تجارت کوفت پاساج بزرگ کوفت پاساج کوچک کوفت مجتمع مسکونی کوفت واسه چی آخه؟ گفتم خب معلومه واسه چی؟ از بس کار میکنم عرق جبین چیه؟ از چهار ستون و هفت چاک و چوک بدنم عرق میریزه پدرم در میاد اون وقت توی اجاره یه آپارتمان فسخلی تو زیرزمین موندم تو اگه پیشونید یا به قول خودت جبینت چشمه آب معدنی هم باشه تو سه سال نمیتونه انقدر عرق بکنه ولمون بله کن بابا فکر کردی حالو گیر آوردی بی خداحافظی از پیشش رفتم هنوز 500 لیره ازش طلب دارم یعنی اگر کسی را بفرستم پول را میدهد اگر ندهد کارم زار است برای درآوردن 500 لیره باید 50 تا نوشته مثل نوشته ای که الان دارید میخوانید بنویسم یعنی هم جبینم حسابی عرق میکند کند هم سرینم